گزارش جدیدی نشان می‌دهد که قوانین نژادپرستانه بریتانیا در دهه‌های گذشته منجر به اخراج ناعادلانه هزاران مهاجر سیاه‌پوست کارائیبی شده است. این در حالی است که بر اساس تعالیم اسلام هر گونه تبعیض نژادی و قومیتی به شدت محکوم بوده و تمامی انسان‌ها برابر و محترم شمرده می‌شود. همکارم در گزارش خود به این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. گزارشی که به تازگی منتشر شده است نشان می‌دهد که سیاست‌های مهاجرتی نژادپرستانه بریتانیا بین سال‌های 1950 تا 1981 باعث اخراج و بازداشت ناعادلانه هزاران مهاجر کارائیبی شده است. این گزارش که به عنوان رسوایی ویندوراژ شناخته می‌شود، به دلیل تأثیرات گسترده خود اعتبار نخست وزیر سابق بریتانیا ترزا می را به چالش کشید. ترزا می در دوران وزارت کشور اقدامات سختگیرانه‌ای برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی اتخاذ کرده بود. در این واضح زمانی صدها هزار نفر از پناهجویان کارائیبی به بریتانیا آمدند تا به رفع کمبود نیروی کار پس از جنگ جهانی دوم کمک کنند. با این حال سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه دهه‌های بعدی موجب شد که بسیاری از این مهاجران علی‌رغم زندگی چند ده ساله در بریتانیا از حقوق اولیه خود محروم شوند و ده ها نفر به ناحق اخراج گردند. بر اساس این گزارش، تمام قوانین مهاجرتی و شهروندی تصویب شده بین سال‌های 1950 تا 1981 با هدف کاهش تعداد سیاه‌پوستانی بود که اجازه اقامت و کار در بریتانیا را داشتند. به طور خاص، قوانینی که در سال‌های 1962، 1968 و 1971 تصویب شد، به منظور کاهش نسبت جمعیتی افراد غیر سفیدپوست در بریتانیا طراحی شده بود. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که سیاست‌های نژادی و مهاجرتی در بریتانیا به مرور زمان به هم پیوند خوردند و نژادپرستی عمیق ریشه‌ای را در سیاست‌های این کشور نمایان کردند. دولت بریتانیا در سال 2018 مجبور شد بابت این رفتار ناعادلانه از مهاجران کارائیبی عذرخواهی کند و وعده جبران خسارت برای برخی از آنها را بدهد. این در حالی است که بر اساس آموزه‌های دین اسلام هر گونه تبعیض بر اساس رنگ، نژاد و قومیت به شدت محکوم شده است. اسلام تأکید دارد که همه انسان‌ها در برابر خدای متعال برابرند و تفاوت‌های ظاهری هیچ تأثیری بر کرامت و ارزش انسان‌ها ندارد. قرآن کریم در سوره حجرات می‌فرماید: ای مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را ملت‌ها و قبیله‌های گوناگون قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. همانا گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در خطبه مشهور حجت الوداع بر این اصل تاکید کرده و فرمودند: هیچ برتری برای عرب نسبت به عجم و برای سفید نسبت به سیاه مگر بر اساس تقوا نیست. بر اساس این آموزه ها اسلام همواره برابری و برادری میان انسان ها فارغ از رنگ و نژاد تأکید داشته و تبعیض‌های نژادی را پدیده ای مذموم و مخالف اصول انسانی و اخلاقی معرفی کرده است.